رودخونه در مسیر درست خودش در جریانه، در سکوت سکونت داره و استوار به سوی مقصدش در حرکته. خرد پویا میگه از طبیعت بیاموزیم. ما چطوری میتونیم توان و اراده‌ای مثل این رودخونه به دست بیاریم؟ بله، باید ذهنمون رو ساکت کنیم، چون ذهن ما سازنده افکار ما و افکار ما سبب رنج‌های ما هستند. یک راه ساده و عملی برای درک سکوت ذهنی گشت و گذار آگاهانه در طبیعت، چون آرامش طبیعت بیرون طبیعت درون ما رو آروم میکنه. مثلا وقتی که محو زیبایی یا بوی خوش گلی میشیم، از هر آنچه در اطرافمون میگذره رها میشیم و برای لحظاتی با جهان آرام اون گل مرتبطیم و از درد خاطرات گذشته و نگرانی های آینده در امان میمونیم و اینطوری به وجودمون فرصتی میدیم تا آرامش حقیقی رو لمس و بیزمانی رو درک کنه. حتما شما هم بعد از یک طبیعتگردی خوب احساس کردید که تراوت از درونتون میجوشه. چرا؟ چون وقتی از سادگی ذاتی طبیعت پیروی میکنیم و باهاش یگانه میشیم، عشق حاضر میشه و ما در حضور عشق هر لحظه نو میشیم، تازه میشیم، انگار که آغاز میشیم. و این یعنی گذران لحظه های بهتر. تلاش کردن برای بهتر زیستن چقدر زیباست. در ویدیوهای بعدی راه‌های دیگه رسیدن به آرامش رو خواهیم گفت. لطفاً با سابسکرایب و لایک و کامنت ما رو حمایت کنید و چنانچه دوستانی دارید که در پی یافتن آرامش حقیقی هستن، خرد پویا رو به اونا معرفی کنید. سپاس فراوان.